کلمه دهقان قسمت ه توجه داشته باشید. این چیزی که شما نوشتید اگر بخواد که ه خونده بشه، این حالتی که شما نوشتید الان یک مشکلی داره که با کلمه مثلا بیقان یا تیقان، حالا هر کلمه که بخوایم بخونیم، مثلا بیفایده، مثلا این اشتباه میشه. برای اینکه اشتباه نشه، اساتید بزرگ خط نستعلیق اینطور قاعده ای وضع کردن که اینجا باید یه خورده گرد بشه، یعنی حالت اینجوری اینطور شکل پیدا کنه. اون وقت این دیگه هرگز با کلماتی مثل بیفایده و اینها اشتباه نمیشه. بنابراین به این حالت ما ه نمیگیم. من براتون روی یک کاغذ دیگه مینویسم که بتونید مقایسه کنید. کلمه دهقان قسمت اولش با نصف قلم یه چنین حرکتی انجام میدیم که با این تفاوتش خیلی زیاده. اینجاها رو نگاه کنید، مقایسه کنید. علاوه بر این ما یه چنین حرکتی هم زیرش میگذاریم، اون وقت اینها با هم مجموعاً ه خونده میشه، اینو ه نمیخونیم. خب این اشکالی که توی خط شما بود، من بیشتر این همین قسمت رو میخواستم بگم، بقیه دیگه مد نظرم نبود، ولی خب مینویسم براتون. پس توی کلمه دهقان توجه داشته باشید که این ه به این حالت نوشته بشه. من اول با تمام قلم می نویسم که اگر بنویسید غلطه این شکل بزرگش. خب حالا همینو با نصف قلم به این حالت اجرا می کنیم، اینم می گذاریم زیرش که ه خونده بشه. اگه با تمام قلم بنویسید غلطه، من اینو نوشتم که بزرگترش رو دیده باشید، شکل بزرگترش رو دیده باشید.